به نام خدا و سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سید مجید خورشیدزاده هستم. جلسه دوم از آموزش لایبرری مطبوعات لیب رو در خدمتتون هستم. خب توی ویدیوی قبلی، ویدیوی جلسه اول دیدید که ما ویژوالیزیشن رو تعریف کردیم، گفتیم که کاربردش چیه، چرا می‌خوایم دیتا رو ویژوالایز بکنیم و کتابخونه مطبوعات لیب رو شروع کردیم به استفاده کردن. با دو دستورش اومدیم در واقع اولین پلاتمون رو خیلی سریع و خیلی ساده رسم کردیم. خب من امروز اینجا یک پلاتی رو کشیدم و میخوام دستور در واقع جلسه قبل رو مجدد بنویسم و سعی کنیم که پلاتی که ایجاد میشه رو برسونیم به یک همچنین پلاتی. خب اجازه بدید که قبل از هر چیز من در واقع بیام از matplotlib import بکنم، from matplotlib import بکنم pyplot رو تحت نام سوال plt. خب و بعد یک مجموعه داده بسازیم که داده هایی که اینجا داریم از 0 تا 10 هست. پس من میتونم بگم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و خود 10 رو ندارم و ایگرگی که دارم اینجا برای من ایگرگ اولی 2 هست، بعد 1 هست، بعد 6 هست، بعد 5 هست، بعد 6 هست، بعد 8 هست، 2 هست، 5 هست، 4 هست و 4 هست. خب این هم داده های ایگرگ من و بگم plt.plot کن x و ایگرگ رو و plt.show. ببینید این نموداری که من کشیدم ابتدای کار و این هم نموداری که الان کشیدم، خب تفاوت‌های زیادی وجود داره. اولین تفاوتشون توی سایز در واقع رسم این نمودار و سایز این نمودار هست. برای اینکه من نمودارم سایزش بزرگتر بشه، باید پنجره‌ای که توش داره ترسیم میشه بزرگتر بشه. برای ایجاد یک پنجره به صورت دستی من باید plt.figure رو صدا بزنم، یک پنجره باز بکنه برای من، یک فیگر جدید باز بکنه و داخل این در واقع فیگر به عنوان کانستراکتور در واقع کلاس فیگر من میتونم و بیام و یک گزینه تحت عنوان فیکس سایز رو اضافه بکنم که یک طول و عرض میگیره. مثلا من بگم 10 و 8. خب ببینید الان این شکل اندازه این دوتا نمودارمون یکی شد. خب تفاوت هایی که وجود داره، یک عنوانی هست که اینجا هست و اینجا نیست. من عنوان رو چطور میتونم ایجاد بکنم؟ ببینید هر کاری که ما میکنیم قبل از تاب plt.show خواهد بود، چون plt.show دیگه انتهای کاری که من در واقع نمودارم رو show میکنم و به بعد از اون هر تغییری اعمال کنم دیگه طبیعتا نمودار من show شده و نشونی داده نمیشه. خب اگر بخوام در واقع تایتلی رو ست بکنم، عنوانی رو ست بکنم، کافی بگم plt.title که شبیه همین بگم my first plot و خط بعد random time series. خط بعد رو من اینجا با \n random time series. اگر این رو ایجاد بکنیم ببینید، خب این backslash این رو درست بکنم، خب همونطور که میبینید این تیکه درست شد. منطقه اختلاف که وجود داره اینه که این متنی که ما نوشتیم خیلی کوچیک هست و متنی که بالا ایجاد شده خب متن بزرگتری هست. این جایی که من دارم یک تکست رو به تابه میدم و قرار هست این تکست بره یک جایی از این نمودارم بشینه، من در واقع حتماً مشخصات اون تکست رو هم میتونم بدم. مثلا یکی از این مشخصات فونت سایز هست که من میتونم مثلا بدم 12 که الان خیلی فرقی نکرد. اگه بدم 16 ببینید که بزرگتر شد. my first plot تقریبا شبیه هم شد. تفاوت دومی که وجود داره این برچسب x و برچسب y مساوی با x2 است که اینجا نیست. ما معمولا نمودارهامون باید هر کدوم از این محورها برچسب متناسب خودشو داشته باشه و برای این کار من از plt.xlabel
و plt.yLabel استفاده میکنم. برای xLabel x رو میدم و برای yLabel y مساوی با x به توان 2. خب اگر اجرا بکنیم ببینید x ما اینجا اومد، اینجا هم اومد، منتها خیلی کوچکتر و ریستر، که همین فونت سایز رو من از اینجا کپی کنم به این هم اعمال بکنم. خب x رو اینجا داریم، اینجا هم داریم، y مساوی با x2 رو اینجا خیلی خوشگل‌تر نوشته شده به فرم ریاضی، ولی اینجا x به توان 2 رو به صورت x حالا توان 2 دقیقاً به صورت یک علامت هشتک کوچیک ایجاد کرد. خب برای اینکه این در واقع عبارت ریاضی اینجا تبدیل بشه به عبارت ریاضی واقعیش، یه علامت دابل دالر میذارم و اینو میذارم داخلش، که این در واقع معنیش این هست که این متن اینجا به صورت لاتکس نوشته شده. خب اگر اجرا بکنم ببینید x و y مساوی با x2 شد همون مثل هم دیگه. خب بریم سراغ خود نمودارمون. نمودارمون در واقع توی خود plt.plot تغییراتش اعمال میشه. زمانی که من دارم میگم plt plot کن x و y رو، همینجا باید جزئیات این خطی رو هم که اینجا داره در واقع نشون داده میشه مشخص بکنم. تفاوت اول اینها تو این که این هست که این نقطه چینه و این نقطه چین نیست، این یه خط ممتد. دوم این که این ظاهراً یه خورده ای عریض‌تر خطش. اول بذارید من این عرض خط رو درست بکنم. اینجا میگم x رو و y رو بده، لاین ویدث رو قرار بده مثلا با 6. خب ببینید 6 فکر میکنم خیلی بزرگه، 4 بساریم، خب این بهتره. خب الان لاین ویدث مساوی با 4 عرض خط من رو دارم مشخص میکنم. خب یه گزینه دیگه دارم تحت عنوان گزینه کالر و میذارم بلو، بذاریم مساوی با بلو و اگر اجرا بکنیم ببینید این چیزی که اینجا هست با چیزی که اینجا هست تقریبا یکی. خب پس این کالرمه. مورد بعدی این استایل این خط هست که با لاین استایل نشون داده میشه و به صورت خطچین هست. خب این از این. فکر میکنم که هنوز لاین ویدث من اونجا خورده کوچکتره، برای این فکر میکنم بهتر. خب پس لاین ویدث ارزش هست، کالر رنگش هست، لاین استایل هم اون استایل در واقع خط هست. خب مورد بعدی این نقاط دایره شکل هست که ما بهشون میگیم مارکر. مارکر من چه مدلی باشه؟ مارکر من الان از جنس او هست یا دایره، اگر او بذارم دایره میشه. ببینید خب دایره ها رو گذاشت، منطقه دایره ها خیلی کوچیکم. پس من اینجا باید مارکر سایز رو تغییر بدم. مارکر سایز تغییرش بدیم مثلا بذاریم 10. خب ببینید یه همچین چیزی شد. اگر 10 رو بذارم 12 شاید بهتر باشه. خب این از مارکر سایز من. و بعد همونطور که میبینید داخل مارکر سایز من رنگ آبی کم رنگ هست. خود مارکر که اینجا داریم دایره گذاشتیم و سایزش رو 12 گذاشتیم، چیزی رو داره تحت عنوان مارکر فیس کالر که من میتونم بگم مثلا لایت بلو باشه. خب میبینید که رنگ داخلش رو عوض کرد. و هرچند که شما مارکر فیس کالر در واقع مارکر فیس کالر رو زدید، مارکر ایج کالر رو هم داریم که این رنگ بیرونی هست، ولی خب معمولا تغییرش نمیدم. خب تفاوت دیگری که وجود داره توی این خونه های شطرنجی هست که اینجا هست و اینجا نیست. این خونه های شطرنجی با نام plt.grid یا شبکه توری هست که اگر من این رو ایجاد بکنم میبینید که یه گزینه داره تحت عنوان در واقع ویچ که میجور باشه یا مینور باشه، اکسیس رو کدوم محور بذارید که جفتش هست
و اگر اینو الان من اجرا بکنم ببینی این هست و این هست، یه خورده ای ظاهرا در واقع من باید خب این رو گریدم رو ریچم رو بذارم بوس. یه تفاوت دیگه ای که وجود داره، اعدادی که اینجا هستن از 0 تا 9 هست، اعداد اینها از 0 تا 9 هست ولی همشون نشون داده نشده، دو تا دو تا نشون داده شده. خب برای این کار ما به این اعداد میگیم x تیک، قبل از در واقع حالا شو مهم نیست کجا، قبل از شو plt dot، حالا بذارید قبل از create هم ببریم plt dot x ticks. x-ticks رو من باید مقادیرش رو مشخص بکنم. برای x-tick من دقیقا میخوام خود اعداد در واقع x نشون داده بشه، خود اعداد x به این صورت. اگر اجرا بکنم ببینید خود 0 تا 9 اومدن و ایجاد شد. خب الان میبینید دقیقا دوتا نمودار یکی شدن با تمام جزئیاتش. خب اگر یه مرور بکنیم که چی گفتیم، ببینید زمانی که من میخوام عنوانی رو بذارم تایتل استفاده میکنم plt.title، اگر بخوام لیبل ها رو عوض بکنم x لیبل و y لیبل رو دارم که هر سه تای اینها فونت سایز رو میگیره. x تیکس اعدادی هست که اینجا نشون داده شده، یعنی در واقع نمادهایی هست که روی محور x نشون داده میشه، و grid هم grid میکنم. اگر این اعداد 0 تا 9 رو در واقع اگر در نظر بگیرید، من میتونم حتی اینجا مقادیر فرض کنید که رشته‌ای هم بذارم. به عنوان مثال فرض کنید که x تیکس رو بذاریم به عنوان مثال a b و الاخر، حالا یه همچین چیزی هم میتونیم بذاریم که این رو من باید تکرار بکنم چون الان اینجا مشکل داره. همین رو اگر تکرار بکنم مثلا دی، خب چه مشکلی داره؟ مشکل اینجاست که آها، خب ایکس تیکس رو اگر بخوام به این صورت بذارم باید اعداد رو بیام و بهش بدم، یعنی بگم که ایکس رو با این جا به جا بکنه که یه همچین چیزی میشه ABC. میبینید که میده. حالا من بعداً در مورد این بیشتر صحبت خواهم کرد که چه اتفاقی میفته x تیکس، ولی فعلا همون x رو فرض کنید که بگیره و این نمودار من میشه. خب امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. در ویدیو بعدی در مورد جزئیات بیشتری از نمودارها در کتابخونه مطالعات لیب صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.